تازه های خبر از آریانا امشب با لیزا یوسفزایی. طالبان از راه جنگ در افغانستان به قدرت رسیدن نمی توانند. رئیس جمهور کرزی با آوردن اصلاحات جدی به منظور مبارزه با فساد اداری وعده داد. و کشورهای غربی برای قبول طرح صلح برای رژیم سوریه 10 روز مهلت دادند. به نام خدا و با عرض سلام، امروز پنجشنبه 22 سرطان سال 1391 خورشیدی برابر با 12 جولای سال 2012 میلادی. بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. اگر طالبان فکر میکنند که از راه زور به قدرت میرسند، این ناممکن است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ملا عمر رهبر گروه طالبان میخواهد که تفنگ بیگانه ها را از شانه بر زمین بگذارند و از راه گفتگو پیش آمد کند. رئیس جمهور کرزی هنوز هم طالبان را برادر میخواند و از آنان خواست که از ویرانگری افغانستان دست بکشند. همچنان آقای کرزی تیرباران یک زن در ولایت پروان را یک جرم بزرگ می‌خواند و از بررسی‌های جدی دولت در پیوند به این قضیه ساخن می‌گوید. شفیق الله سالنگی گزارش دارد. رهبر گروه طالبان باید تفنگ خارجی ها را به زمین بگذارد و از راه سیاسی برای رسیدن به قدرت تلاش کند. گفته های تازه کرزی نشان می‌دهد که طالبان هنوز هم برای گفتگوهای صلح آماده نیستند. ملا محمد ما را خون جرایسی پا افغانستان که دنن هر زای چیزای غالی را نیسی سیاسی دفتر جزان جور که توپک تی کشیش دو پردو توپک دو پردو توپک پریش دی خپلا و ملگیر جرایسی سیاسی حزب دی جور که پا یه مملکت که سیاست بکی انتخابات جزان وطا که که خلق رای ورکل نوشی جان جس رای چی رهبریت تلاسه که در جریان نزدیک به یک دهه طالبان مسلح هم را با حزب اسلامی و دیگر گروه های مسلح با جنگ در برابر نیروهای دولتی و خارجی تلاش کرده اند و قدرت برسند. اما امروز رئیس جمهور کرزی تلاش های طالبان را برای دستیابی به قدرت سیاسی بیفایده می داند. چه غواری؟ حکومت غواری چه بزوری بونیسی؟ ده امکان نلیر ناممکن خبرت اقتصاد غواړي چې د دې وطن جوړ شي، اقتصاد د دې خاورې د افغانانو په وژنو جوړی، د سړک په تخریب یې جوړی، د پل په تخریب یې جوړی، د مکتب په تخریب یې جوړی، د دوکانو د فابریکې په انفجار یې جوړی. غواړي چې د افغانستان روابط په دنیا کې پراخ شي. ستا چې حکومت دو مملکت پر رسمیت پیژندلی بی مخالفان مسلح دولت برادران حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هند. آنچه بارها خودش بر زبان آورده و حالا میگوید با طالبان هرگز اعلام جنگ نکرده است. ورور رشید که ما دورو رخ پرو کی استاد ربانی شهید که ما بیا هم دورو رخ پرو کی نن هم بیا دورو رخ پرو کوم خورور تدا وایم چه اهل سه سالی سه نا اهل نا سالی اهل سه سالی سراس خپل وطن تراس خپلی خاور تراس دو پردو توپک پریشد. با همه این دیدگاه ها آقای کرزی کشتن یک زن در ولسوالی شینوار ولایت پروان از سوی گروه طالبان را یک جنایت بشری بزرگ می خواند. این ما بسیار جدی زیر تعقیب داریم که راست و دروغ ای گپ معلوم کنیم و اونایی که مرتکبی جرم شدن زیر تعقیب شدید ما است و انشاءالله با موقعش بودی مورد صحبت میکنه، ولی یک جرم بسیار بزرگ بوده و یک تخلف بسیار شدید حقوق بشری بوده. با آنکه حکومت افغانستان بارها از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا به روند گفتگوهای صلح بپیوندند، اما عدم همکاری پاکستان که نقش اساسی در میان این گروه را دارد از چالش های جدی در این را به حساب می آید. از سوی دیگر یک عضو شده گروه طالبان میگوید که امکان پیروزی این گروه در جنگ افغانستان میسر نیست. مایکل سمپل نویسنده و دیپلمات سابق ایرلند که در گزارش از این
از این فرد به نام مستعار مولوی یاد کرده و به نقل از وی میگوید دست کم 70% اعضای طالبان از دست القاعده خشمگینند و بعضها به این باور هستند که به این باور دست یافتند که حتی القاعده جاسوس آمریکاست. عبدالوکیل نایبی با جزئیات بیشتر در این مورد. مایکل سمپل پژوهشگر در مرکز کار برای حقوق بشر در دانشگاه هاروارد که این گزارش را تهیه کرده گفته است این عضو ارشد گروه طالبان یکی از افراد مورد اعتماد رهبری طالبان و از قدیمی‌ترین اعضای این گروه است. آقای سمپل به نقل از این شخص گفته است طالبان حالا القاعده را مصیبتی آسمانی می‌دانند و طالبان به دلیل اینکه در سیاست ساده بودند از القاعده در کشور خود استقبال کردند، اما القاعده از میزبانی آنان سوء استفاده کرد. این از طالبان گفته است و در گوانتانامو دانسته که افراد مربوط به القاعده تا چی اندازه بیوفا هستند. مولوی در مورد اینکه طالبان قادر به کنترل دوباره افغانستان خواهند بود گفته است توازن قوا در نبرد افغانستان تقریبا روشن است. فکر می کنم تنها دخالت الهی می تواند موجب شود طالبان در این نبرد به پیروزی برسند. کنترل دوباره طالبان بر کابل یک چشمانداز نامحتمل به نظر می رسد. مولوی گفته است با این حال رهبری طالبان نمیتواند این موضوع را سریعا ابراز کند، زیرا میداند که این موضوع سبب ضعف رویه رزمی جنگجویان طالب میگردد. این عضو ارشد طالبان در مورد انگیزه های ادامه نبرد طالبان نیز ابراز نظر کرده است. هدف از جنگ طالبان بیرون کشیدن خارجی ها و اعمال شریعت در افغانستان است. اگر آنها نتوانند بر سراسر افغانستان دست یابند باید به حیث یک حزب منظم فعالیت کنند، اما تا زمانی که ملا عمر زنده است طالبان آمادند در این جنگ از او پیروی کنند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند دوام جنگ در افغانستان برای طرفهای درگیر خسته کن شده است. اگر واقعا دانستند که این هست تصمیم بگیرند جنگ قطع بکنند، ولی وقتی که در کنفرانس قطر میشینند هنوز هم جنگ در اینجا جریان داره. وقتی که در کنفرانس کیوتو میشینند هنوز هم باز هم اینجا عمالشان به جنگ میپردازند. اینها من فکر نمی کنم که با این صحبت های شیرین بتانند که دل مردم افغانستان بگیرن. دا یه واقعیت دی چه در افغانستان مثلا در جگری لاری نحل کیگی در ایوال طولانه در جنگ نستری شوی در افغانان ستری شوی دی او دا چه طالبان ننوی چه حقصه چه من گختل پا افغانستان مسلط شو او تسلط بیا پا افغانستان بندی پیدا کی حقا دی امکان نلره خبره ده که دویی ویا او که نورزی که وی لیکن من افغانان هم پوشوی و چه نور طالبان پا مجرد دول بندی پا افغانستان حکومت نشی کوله. باری مایکل سمپل تهیه کننده این گزارش یک دسته عملگراها در رده های بالای طالبان وجود داشته و از یک سطح معین نفوذ برخوردار هستند و همین دسته بودن که نقش عمده را در آغاز گفتگوهای قطر در جریان یک سال گذشته ایفا کرد. خبرهای داخلی ادامه دارد اما بعد از وقفه کوتاه. مردم افغانستان به زودی اصلاحات گسترده را در نهادهای دولتی شاهد خواهند بود. رئیس جمهور کرزی میگوید نظام کنونی نیاز به اصلاحات جدی دارد، اما وی به تنهایی قادر به آوردن اصلاحات نیست. وی تاکید میکند که فساد، چور و چپاول و غصب زمین ها در افغانستان باید متوقف شود. تازه ترین اقدام حکومت برای آوردن اصلاحات جذب کادرهای مسلکی به ویژه افراد دارای مدرک ماستری است که به گفته رئیس جمهوری سر از فردا آغاز خواهد شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد. آنچه رئیس جمهور کرزی میگوید به دست آوردن 16 میلیارد دلار کمک جامعه جهانی و مصرف آن در افغانستان باید با اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد همراه باشد. به گفته رئیس جمهور کرزی افغانستان حالا برای رسیدن به اهدافش تنها اصلاحات بیاورد. موږ بل کار نلرو د افغانستان خلق ملګر دا چی په داخل کې اصلاحات راول دولت اصلاح سی او قوی سی. فساد، چور، چپاول، دمزک و غضب دا به یه خاوری که بند سی. وی کمک مالی تعهد شده ی جامعه جهانی را و بسته به اطمینان جامعه جهانی در پیوند به مبارزه با فساد در افغانستان می داند. از جانب ما تعهد باری بود که حکومت افغانستان کوشش خود زیادتر می سازه تا مملکت بهتر حکومت داری شوه، تا حکومت بهتر شوه، تا نهادهای ما تقوی شوند، تا قانونای ما بهتر شوند، آسان فهم شوند و قابل تطبیق شوند. جذب کادرهای جوان نیز یکی از راه‌ها برای اصلاحات در نهادهای دولتی و یا هم برچیدن فساد در حال حاضر میتواند مؤثر باشد. اداره امور دیروز برشان گفتیم که اعلان کنند که تمام جوانایی که از بیرون
تحصیل ماستری آوردن، مراجعه کردن اونایی که کار میخوان به اداره مور تا از طریق اداره مور معرفی شوند به نهادهای مربوطه شان. 11 سال پس از سقوط طالبان، فساد و ناامنی بزرگترین چالش ها در برابر مردم افغانستان خوانده می شود. تا جایی که برای حل چالش فساد و چور خبرنگاران هم برای رئیس جمهور کرزی مشوره می دهند. واقعا زمامدار افغانستان باید جرایی بکنه و این جرایی خونریزی داره و در آتیه اندامهای ملت افغانستان حتما میشه جناب رئیس جمهور. اگر در این دو سال شما این جرایی را نمیکنین، بهتر است که همین پولهای دنیا را پس به دنیا روان کنین تا ملت فقیر افغانستان زیر بار احسان جهانی قرار نگیره. درست است. جایی که دوا کار نکند جرایی میکنیم ما. با ما رو خورایت، با ما رو خورایت. بخیر باشه، بخیر باشه. حوالی ساعت 6:30 دقیقه عصر امروز زمین لرزه به شدت 5.8 درجه ریکتر کابل و اطراف آن را تکان داد. اداره زلزله نگاری آمریکا مرکز این زمین لرزه را ولسوالی جرم ولایت بدخشان گزارش کرده است. این ولسوالی بدخشان 267 کیلومتر با کابل پایتخت افغانستان فاصله دارد. تا کنون از تلفات و خسارات احتمالی برخاست از این زلزله گزارش در دست نیست. حزب اسلامی افغانستان از روند صلح در کشور حمایت میکند. معاون این حزب در همایشه که در کابل از سوی این حزب راه اندازی شده بود گفت جریان‌های سیاسی باید درباره تامین صلح در افغانستان و راه اندازی انتخابات شفاف با همدیگر مشوره‌های لازم را راه اندازی کنند. در همین حال رئیس شورای عالی صلح نیز از تمامی جریان‌های سیاسی در افغانستان می‌خواهد تا از روند گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت حمایت کنند. شرح بیشتر در گزارش از همکارم شفیق الله سالنگی. گفتگوهای صلح از سیاست‌های مهم حکومت افغانستان به خاطر حل بحران موجود در این کشور به شمار می‌رود. حزب اسلامی شاخه انشعاب شده از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با راه اندازی همایش در کابل خواستار گفتگو میان احزاب سیاسی در مورد مذاکرات صلح در این کشور شد. دی حزب اسلامی افغانستان رهبری هیئت دی روان و سیاسی حالات و لژور تحلیل نورست تصمیم نیولی چی دی سول او تیکاو دی منصراولو ملی والی د فساد د ټولو ډولونو د ختمولو شفافو او ملت ته د باور وړ ټاکنو د منځته راوړلو او نورو مهمو ملي مسایلو په اړه له سیاسي احزابو ملي شخصیتونو او مدني ټولنې سره خپلې مشورې شریکې کړي. در عین حال این حزب ضمن تاکید برای اندازی انتخابات شفاف و وقت معین آن خواستار پایان دادن به بحران‌های موجود در افغانستان قبل از سال 2014 شد. در همین حال صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح از تمامی جریان‌های سیاسی در کشور می‌خواهد تا به خاطر پایان دادن به مشکلات موجود در افغانستان از روند گفتگوهای صلح حمایت کنند. پیشنهاد من به همه گروه‌های سیاسی و تشکل‌های مختلف اجتماعی و مدنی این است که با توجه به خروج نیروهای بین المللی از کشور در سال 2014 میلادی و رخدادهای مهم سیاسی که در این مقطع آن روبرو هستیم برای تضمین بقای کشور با اتحاد و همدلی از این مرحله عبور کنیم. رئیس شورای عالی صلح همچنان تامین صلح و وحدت ملی را راه حل بیرون رفت از مشکلات موجوده در کشور عنوان کرد. گفتنی است هرچند اعضای این حزب در شورای عالی صلح نیز عضویت دارند، اما شاخه اصلی حزب اسلامی حکمتیار با وجود چندین بار گفتگو با حکومت افغانستان تا هنوز به خاطر رسیدن به صلح راهی را دریافت نکرده اند. خبرهای خارجی بعد از وقفه کوتاه. در حمله افراد مسلح در شهر لاهور پاکستان امروز 9 پلیس و کارمند زندان کشته شده و تعداد دیگر هم زخمی شدند. 10 مهاجم مسلح که بر موتورسیکل سوار بودند به ساختمان در منطقه پارک رسول شهر لاهور حمله کردند که قربانیان در دوران آموزش در آن به سر می بردند. شاهدان عینی گفتند مهاجمان در ابتدا به سوی یک مامور امنیتی تیراندازی و او را زخمی کردند و سپس به طبقه اول رفتند و در اتاق به سوی افراد تیراندازی کردند و سپس از محل گریختند. این
دومین حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت پنجاب در این هفته به شمار می رود. یک سخنگوی طالبان انجام این حمله از سوی این گروه را تایید کرده و گفته که آن را در انتقام از آنچه رفتار غیرانسانی پلیس با بازداشت شدگان طالبان خوانده انجام داده است. تمام افرادی که در این حمله کشته شدند از باشندگان خیبر پشتونخوا بودند و قرار بود به عنوان پلیس در زندان‌ها مشغول کار شوند. پیش از این روز دوشنبه این هفته مهاجمان مصالح طالب به مقر نیروهای امنیتی در منطقه گجرات ایالت پنجاب حمله کردند. کشورهای غربی مصوبه جدید قطعنامه‌ای را درباره سوریه برای شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه کردند. در این مصوبه به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه 10 روز فرصت داده می‌شود تا تطبیق پلان صلح را که از پیشبینی جامعه جهانی برخوردار است آغاز کند. در غیر آن بالای سوریه تعزیرات وضع خواهد شد. مصوبه این قطعنامه رژیم سوریه را تهدید می‌کند تا تشبث پیشنهاد شده در پلان صلح کوفی آنان را تطبیق کند. در غیر آن با تعزیرات غیر نظامی مواجه خواهد شد. تعهدات جامعه جهانی برای افغانستان در توکیو نزدیک به 18 میلیارد دلار میرسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با ابراز این مطلب میگوید و تعهد میکند که مساعدت کشورهای متحد افغانستان را به طور مناسب مصرف خواهد کرد تا خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان برآورده شود. شرح بیشتر گزارش از طه ظاهر قادری. پس از برگزاری نشست بین المللی توکیو در ژاپن و تعهد 16 میلیارد دلار آمریکایی برای افغانستان در 4 سال آینده، رئیس جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل از تعهد 18 میلیارد دلار برای افغانستان در 4 سال آینده خبر داده است. آقای کرزی میگوید که این کمک ها تا 18 میلیارد دلار هم خواهد رسید، چرا که برخی کشورها به دلیل قوانین داخلی خود نمی توانند رقم کمک چند ساله خود را با افغانستان یکبارگی اعلام کنند. همزمان با این رئیس جمهور افغانستان همچنان تعهد سپرد تا کمک های جهانی را در جای های مناسب مصرف کند. تو توکیو کنفرانس برسته مر بلکار نلرو در افغانستان خلق ملگر داچی پا داخل کی اصلاحات راول. استفاده سوی مقام های بلند رتبه دولتی از پل های کمکی یکی از نگرانی های بود که حامد کرزی رئیس جمهوری کشور بران امواره اشاره می کرد. اما و یکنون می گوید که دولت جای پیدا کردن پول نیست و دولت بر ضد فساد اداری مبارزه جدی می کند. دولت اصلاح سی او قوی سی. فساد، چور، چپاول، دمزک و غضب ده به یه خاور که بند سی. این در حالی است که جامعه جهانی مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب را یکی از شروط اساسی ادامه کمک ها برای افغانستان اعلام کرده است. 7 تن از مقام های ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از وظایفشان استفاده دادند. این مسئولان میگویند رئیس جدید آیسا اقدامات غیر مسئولانه ای را در این اداره روی دست گرفته است که مانع عملی شدن برنامه های این اداره می شود. با این حال وفی مختار رئیس جدید اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان این اتهامات را رد می کند. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان نزدیک به 9 سال است که در زمینه جلب سرمایه گذاری در افغانستان فعالیت دارد. برای نخستین بار 7 تن از مقامهای این اداره که شامل 2 معاون و 5 رئیس بخش اختصاصی این اداره می شود در نشستی در کابل از وظایفشان استعفا دادند. آنان می گویند وفی مختار رئیس جدید آیسا که مدت 2 ماه از وظیفهش می شود 10 تن از اشخاص غیر مسلکی را بر اساس روابط شخصی در وظایف مهم به طور غیر قانونی استخدام کرده است.
ارشد وقفه با این بود خبرهای امشب که از تلویزیون آریانا تقدیمتان گردید و پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را البته فراموش نکنید. حرارت 42 پایین ترین 26 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، لحظات خوش داشته باشید. این بود خبرهای امشب از تلویزیون آریانا تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار. اخبار این سال